13% اهالی تاجیکستان در سطح قشاقی زندگی بسر می برند. سویتلانا گانوشکینا احاطه نمودن، خارج کردن، لاتوکوب نمودن پرونده های جنایی بافته شده. در معروضه که از طرف بانک جهانی تهیه شده است گفته می شود که 13% اهالی تاجیکستان قشاقند. طبق اطلاع بانک جهانی 13% اهالی تاجیکستان در سطح قشاقی زندگی بسر می برند. علاوه بر این نشانداد زیرین از سال 2009 اینجانب تغییر نیافته است و سطح کم بضاعتی در سراسر کشور 31% را تشکیل می دهد. مجبور میکنه که دخانه بچاره؟ معروضه ای که در چارچوبه استراتژی نوی همکاری بین بانک و تاجیکستان گفته می شود که بانک جهانی سد کم بضاعتی را 3.10 دلار ایالات متحده آمریکا به هر یک سری کس در یک شبانه روز معین نموده است. همین طور خراجات های کسی که از مقداری در بالا ذکر شده پایین باشد کم بضاعت به حساب می رود و خراجات های کسانی که در یک شبانه روز به مقدار 1.10 دلار ایالات متحده آمریکا صرف می نمایند از صد کم بضاعتی هم پایین است. همو خپل داشتم ماشین خریدش تو بی طبق بهاگذاری بانک جهانی تا سال 2014 درآمد اساسی اکثری اویله های تاجیک انتقال مبلغ های مهاجران مهنتی بود، ولی با سبب بحران در اقتصادی روسیه اکثریت مهاجران مهنتی از جای کار محروم گردیدند و مجبور شدند به وطن برگردند. از این لحاظ درآمد اکثریت خواجگی‌داری تاجیکستان کاهش یافته است. مصاحبان خبرها شهروندان تاجیکستان که به نزدیکی از مهاجرت برگشتند با شرطی که نامشان نوعیان میماند گفتند وضع اقتصادی اهالی کشور نظر به سالهای گذشته خیلی بدتر شده است. در بازارها سودا نیست. اکثریت صاحب کاران کارمندانشان را اختصار کرده استادند. شماره بیکاران باشد یک برابر افزایش یافته است. خصوصا همه این در شهرهای خرد احساس کرده می شود، میگویند مردم. رئیس کمیته مساعدت شهروندی و حمایتگری حقوق مشهور سویتلانا گانوشکینا در مصاحبه آیدی وضعیت مهاجران مهنتی از آسیای میانه در روسیه و تاثیر آخرین حادثه ها نسبت آنها در کشور روی داده به CAAN خبر داد. مهاجران مهنتی با رادیکالیزاسیا گرفتار نمی شوند، میگوید حمایتگری حقوق. من با رادیکالیزاسیا مهاجران مهنتی روبرو نشدم. تنها زیاد شوی ترس از پلیس، از ملتگرایان و عموما از اهالی و وضعیت در روسیه بوده را مشاهده نمودم، میگوید او. اینچونین سویتلانا گانوشکینا آیدی عملیاتی تروریستی که در سنکت پیتربورگ شده گذشت و از پس این حادثه پیدا شدنی بدبینی نسبت مهاجران مهنتی از آسیای میانه شرح داده است. بقیده من حالا دلیل عنیق پیدا نگردیده است، برعکس سبب های موجودند که با قلبکی بودنی آن گمان است. به طور منتظم احاطه نمودن، با وجود حجت های لازمه بودن از طرف دادگاه، خارج کردن مهاجران، لاتوکوب نمودن، پرونده های جنایی بافتن، خصوصا با عیبدارکنی در اکستریمیزم، با راه قلبکی نهادن مواد های نشعمندی و سلاح، همه این پرزورشوی فشار از طرف حکومت داران نسبت مهاجران مهنتی کرده می شود، پیشگویی می کند حمایتگری حقوق.